3dmax.farsi.ir همراه هستید. در دنیای واقعی وقتی که عکاسی میکنید اون چیزی که روش فوکوس کردید خیلی مهمه و این فوکوس میتونه خیلی کلی باشه تا اون چیزی رو که خیلی براتون مهم هست رو دقیقا در مرکز تصویر قرار بدید. مایا هم ابزارهایی برای افکت فوکوس کردن داره و اسمش دپس آف فیلد هستش. خب بریم ببینیم که چطور کار میکنه. خب اینجا من اومدم یک صحنه ساده رو با یک دوربین تنظیم کردم. خب اول بریم کامرا اتریبیوت ادیتور رو ببینیم. از ویو سلکت کامرا رو میزنم، بعدش کامرا اتریبیوت ادیتور رو میارم. خب اگه به اون پایین ها برم گزینه دپس آف فیلد رو میبینم. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. خیلی راحت میتونم اون رو فعالش کنم و فوری در ویوپورت ها هم اون رو نشون داده میشه. خب من الان واقعا روی چیزی فوکوس کردم، ولی این دقیقا اون چیزی نیست که من میخوامش. در واقع اون چیزی که میخوام در مرکز فوکوس قرار نگرفته، به خاطر اینکه الان دوربین داره روی جسمی که به فاصله 5 یونیت هست، یعنی 5 واحده داره فوکوس میکنه و در واقع ما الان چیزی رو نداریم در فاصله 5 واحدی که بخوایم روش فوکوس کنیم. خب حالا چطور تعیین بکنیم که اون آبجکت دلخواه ما چقدر از دوربین فاصله داره؟ این کار رو میتونیم توسط ابزار هدز آپ دیسپلی انجام بدیم. در دیسپلی عبارت هدز آپ دیسپلی رو انتخاب کنید و در اینجا آبجکت دیتیل رو دارم. اگه اون رو روشن کنم و اون آبجکت رو در صحنه انتخابش کنم، با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. در واقع یه دیتیلی رو از اون آبجکت رو بهم میده و شاید مهمترین قسمت از این اطلاعات فاصله این ماشین نسبت به ما هستش که در واقع حدود 41 واحد هستش. اگر روی این ماشین اگر روی خونه کلیک کنم حدود 98 واحده، این درخت 23 واحده. خب هر کدوم از این عددها میتونه مهم باشه و این بستگی داره که روی چی چیزی میخواید فوکوس کنید. خب من میخوام روی این ماشین فوکوس بکنم. خب روش رو کلیک میکنم انتخاب بشه و این عددش رو حفظ میکنم، 41.2. خب برمیگردم به دوربینم در قسمت اتریبیوت ادیتور و اگه الان 41.2 وارد کنم، میبینید که الان ماشین میاد به نقطه فوکوس من. و حالا اگه عدد متفاوتی وارد کنم، مثلا 98، میبینید که اون خونه رو به فوکوس میاره و توسط این پارامتر میتونم تعیین کنم که چه چیزی در فوکوس قرار بگیره و چه چیزی نه. خب دوباره برش میگردونم به 41.2 که اون ماشین تو فوکوس قرار بگیره. خب حالا وقتی که اون جسم دلخواهمون رو در فوکوس قرار دادی، دو تا آپشن دیگه هم داریم که تنظیم کنیم. یکی اف استاپ و دومی فوکوس ریجن اسکیل. اف استاپ در واقع فوکوس کلی برای این افکت هستش و قدرتش رو کنترل میکنه و هر چقدر بیشتر باشه چیزای بیشتری تحت فوکوس قرار میگیرن و هر چقدر کمتر باشه اشیای کمتری در فوکوس قرار میگیرن. و دقیقا مثل دوربین دنیا واقعی عمل میکنه. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. مثلا اگر اون رو به 11 تغییر بدم، میبینید که چیزای بیشتری در فوکوس قرار میگیرن. ولی اگر اون رو به 2 تغییر بدم، میبینید که چیزای کمتری در فوکوس دارم. تقریبا اون رو در حدود میانه 4 قرار میدم. خب فوکوس ریجن اسکیل رو هم دارم. خب میتونه اون ناحیه ای رو که میخوایم فوکوس بکنیم مقیاسش رو کمتر یا بیشتر بکنه و این رو نسبت فاکتور 1 در نظر میگیره. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. اگه این رو مثلا روی نیم تنظیم کنم، ناحیه کمتری رو تحت فوکوس قرار میده و اگه این رو به 4 مثلا تغییر بدم، ناحیهش رو بیشتر میکنه. خب اینو فعلا برمیگردونم به 1. خب اگه این رو در مایا سافر رندر بگیریم، همون رندر رو در منتاره هم خواهیم داشت. خب بریم یه تست رندر کوچیک در خود مایا رندرر بگیریم. همونطور که میبینید ماشین من در فوکوس هستش و مابقی چیزها خارج از فوکوس. خب این یکی از روش‌های ایجاد فوکوس در مایا بودش. خب ما ابزارهای دیگه رو هم داریم که اون رو در موتورهای رندر دیگه بعدا بهتون میگم. ترجمه و دوبله جعفر سیدی، 3dmax.farsi.ir.